شاید اولین بار که ملت ایران با این چهره به ظاهر نگران اما آرام آشنا شد، روز بازگشت امام سفر کرده به میهن بود. از آن روز به بعد سید احمد در خاطر ملت سایه امام شد. هر جا امام بود سید هم بود، انگار از جان خود و جان ملت مراقبت می کرد، سایه به سایه. سید احمد در نوجوانی زندان قزلقلعه را تجربه می کند. در لبنان در کنار مصطفی چمران راه و رسم جهاد را می آموزد و به ویژه پس از شهادت مصطفی خمینی که امید آینده اسلام بود، نقشی به یاد ماندنی در ارتباط انقلابیون با امام در تبعید بر دوش می گیرد. سید امین امام بود، این را حوادث انقلاب خوب می فهمند. در هنگامه تسخیر لانه جاسوسی، کسی که امام را درباره ماهیت جوانان انقلابی آن روزگار مطمئن کرد سید احمد بود. در دیگر هنگامه ها و قله های پرفراز و نشیب انقلاب نیز، آن که سراپا اشتیاق و دقیق و امین در خدمت امام بود سید احمد بود. شما دوستان محترم نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمی کنند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی. سید احمد به شهادت همه اصحاب و یاران امام نزدیکترین فرد به امام به شمار می آمد. او گاه در اطلاعات روزگار زبان گویای امام می شد تا تاریخ همپای اقتدار خمینی مظلومیت او را هم به نسل‌های آینده منتقل کند تا فردای انقلاب کسی را قدرت تحریف نماند. رنجنامه سید احمد حاصل چنان روزگاری است. او در رنجنامه خیش رنج امام را از بیوفایی، بیتدبیری و عهدشکنی در روح و جان رهروان حقیقی امام زمزمه می کند. حضرت آیت الله، گرچه نگارش این نامه برای کسی که عمری به جناب عالی عشق ورزیده است بسیار سخت و باور نکردنی است، ولی فقط برای ادای دین خود به امام که مظلوم است و همچنین برای خدمت به مردم که مشتاقانه طالب حقیقتند به چنین نوشته‌ای دست زدم. حضرت آیت الله، امام یک سال قبل از دستگیری مهدی هاشمی از هر راهی که ممکن بود شما قبول کنید تلاش نمودند که وقتی اقدام به دستگیری ایشان می شود با عنوان عضو دفتر شما نباشد، ولی شما دست بردار نبودید، لذا نامه‌ای بسیار محترمانه برای شما نوشتند که متن آن را در اول این رنجنامه آوردم. شما در جواب چنین نامه‌ای پاسخ تندی دادید که همه تعجب کردیم، ولی امام تحمل کردند. امام با کمال بزرگواری شما را خواستند و شما در جلسه‌ای در منزل این جانب که سران استقوه و آقای نخست وزیر بودند شرکت کردید. از ابتدا معلوم بود که به شما گفته بودند که زیر بار هیچ پیشنهادی نروید تا آقا مهدی را آزاد کنند، چرا که با همه با خشونت برخورد کردید. در این جلسه امام با حالت بسیار صمیمی و گرم به شما فرمودند: من از شما خواهش میکنم که این کارها را کنار بگذارید و مشغول کار خود بشوید. قبول نکردید. فرمودند: من ارادت به شما دارم، من مخلص شما هستم، از این مرید و مخلص خود قبول بفرمایید و به کار خود مشغول شوید. با کمال خشونت گفتید: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در این هنگام من به دوستان نگاه کردم، دیدم همگی از شرم و حیا سرهایشان را پایین انداختند و آقای خامنه‌ای اشک در چشمانشان بود. آقای رفسنجانی و من در جلوی امام به شما گفتیم که شما قائل به ولایت فقیه هستید و به قول خودتان 700 صفحه پیرامون آن مطلب نوشته اید، البته تا آن موقع. چرا گوش به حرف امام نمی دهید؟ باز همان جمله لا یکلف الله نفسا را به زبان آوردید و امام با خونسردی به شما نگاه می کردند. حضرت آیت الله، یادتان هست در ملاقات آخر خود با امام شما نیم ساعت حرف زدید و امام سکوت کردند. وقتی بلند شدید بروید امام فرمودند: بیشتر حرفهای شما درست نبود، خدا انشالله مرا ببخشاید و مرگم را برساند. امام تنها همین دو جمله را فرمودند. آیا از خود پرسیده اید که چه کرده اید که امام مرگ خود را از خدا خواسته است و آن را به اطلاع شما رسانده است؟ حضرت آیت الله، حرف ما این است که چرا هرچه نوشتند امضا می کنید؟ آیا جواب خون شهدا را می توانید بدهید؟ سازش ناپذیری سید احمد در مقابل هر کس که قصد تحریف اندیشه ها و افکار امام را داشت زمینه ای شد تا برخی بدخواهان و منحرفان سیاسی
حتی در زمان حیات امام فتنه هایی را علیه سید آغاز کنند. امام اما فرزند بهتر از جان خود را به خوبی می شناخت. این جانب در پیشگاه مقدس حق شهادت می دهم که از اول انقلاب تا کنون و از پیش از انقلاب در زمانی که وارد این نحو مسائل سیاسی شده است، از او رفتار یا گفتاری که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی ایران باشد ندیدم و بالاخره اگر به واسطه انتقام جویی از من پس از من گروهایی به مخالفت او برخواستند، من دین خود را به عنوان یک مسلمان و یک رحم ادا کردم و خداوند تبارک و تعالی حاضر و ناظر است. روزگار می گذرد و موعد جدایی فرا می رسد. امام ربانی بیمارستان می شود و سید احمد همچون پروانه‌ای که در آتش اشتیاق شمع می سوزد بر گرد بستر امام بیتابی می کند. اما تقدیر محتوم الهی برگزیدگان عرش را نیز شامل می شود. اما رسالت تاریخی فرزندش ادامه دارد. خبرگان منتخب ملت شایسته ترین فرد را به جانشینی روح الله انتخاب کردند. سید احمد همچون دیگر عاشقان امام از عمق اعتقادات و آرمانهای خمینی کبیر به بیعت با ولی فقیه زمان می شتابد تا تکلیف حال و آینده رهروان امام روشنتر از همیشه گردد. یادگار عزیز امام هستید برای همه ملت و برای ماها که میزان علاقه امام به جناب عالی رو میدونیم و از زبان خودشون مکرر شنیدیم و هم به خاطر شخص خودتون هم به خاطر احترام به روح بزرگ رهبر عزیز عظیممون که به شما محبت می‌ورزیدن و گفتن شما رو عزیزترین اشخاص میدونند، ما هم شما رو بسیار عزیز و گرامی میداریم و حقیقتاً به عنوان یادگار عزیز و یگانه حضرت امام به حساب میاییم. خیلی متشکر هستم من. خدا انشالله شما رو برای ما نگه بداره. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدند و دیدند پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفمون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد. خدا شما رو انشالله برای ما نگه داره. سید احمد پس از امام مشاور امین رهبری می شود، چرا که برای او فقط یک اصل اصالت دارد: خدمت به امام و اسلام و انقلاب. با وجود دفاع جانانه امام، منحرفان سیاسی سید احمد را پس از عروج روح خدا راحت نمی گذارند و مدعیان ملی مذهبی تهمت ناگوار جعل دستخط امام را به او می زنند. سید احمد اما همچنان سازش ناپذیر دست به افشاگری می زنند، چرا که برای او دفاع از امام و اندیشه های امام با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. مسئله ملیگراها مسئله ای خطرناک است. اینها اصل و اساس برایشان ریاست است. اگر به میهن هم علاقه دارند، میهنی است که رئیسش آنان باشند.
اگر بعضی از آنان به اعمال فردی در چهارچوب اسلام پایبند باشند، وقتی پای منافعشان پیش بیاید از هیچ دروغ و تهمت و ناسزا فروگذار نیستند. آنان بعد از انقلاب لحظه‌ای در کنار امام نماندند، متلک و فحش و ناسزا به امام از کارهای رایج این از خدا بی خبران بود. یادگار یگانه در پایان عمر پربرکت خیش نیمه شب 23 اسفند سال 1373 دچار ایست قلبی شد و 26 اسفند به دیدار معبود شتافت. روح یگانه یادگار روح خدا شاد و جاودانه. والده والده الامام الخميني رضوان الله عليه.